اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارضك توعا و تمتعه فيها طويلا. شب هشتم ماه محرم است. با اینکه حضرت علی اکبر هم مثل بقیه شهدا روز عاشورا شهید شده، اما رسم این است که شب هشتم رو به ایشون اختصاص میدن و روزه و مطالبی راجع به ایشون میگن. خب اکثریت جلسه ما هم جوان و نوجوانن، بقیه هم مثل من جوان قدیمی هن. اجازه بدید من قبل از این که بحث اصلاحات رو ادامه بدم، دو سه تا روایت راجع به اهمیت جوانی بخوانم. البته این روایتی که میخوانم ماها قدرش رو بیشتر میدانیم چون جوانی رو از دست دادیم. رسول خدا فرمود شیعان لا یعرف فضلهما الا من فقدهما. دو تا چیزه کسی قدرشو نمیدونه تا از دست بده. وقتی از دست داد میفهم. یک از شباب جوانی، دو العافیه سلامت. واقعا هم اینطورا. یه آقایی حرف قشنگی میزنه، میگه سلامتی یه تاجیه رو سر آدمای سالم که مریضا میبینن، خودشون نمیبینن. این یه روایت. روایت دوم، رسول خدا به اصحابش میفرمود اوصیکم به شبان، من شما رو سفارش میکنم به جوونا، خیرا، خیلی مواظبشون باشید، فانهم ارق افئدتن، چون دلشون نرمه، رقیقه، هنوز حب دنیا و حب مال و اینا توش نیست، زود تأثیر میپذیرن. بعد پیغمبر یه مدالی به شما داد خیلی عجیب، فرمود ان الله بعثنی بشیرا و نذیرا، خدا منو فرستاد، فحالفنی از شبان، اول کسایی که با من بیعت کردن جوونا بودن. اگه بر نخوره به افراد مسن، بقیهش هم میگم، فخالفنی از شیوخ، اونام که با من مخالفت کردن پیرها بود. یه نقطه فرقشه ها، حالفنی خالفنی، حالفنی مال جووناست با من بیعت کردن، خالفنی یعنی با من مخالفت. این اهمیت جوانه. باز این روایت رو بخوانم، ان الله، اینم برای جوانای میگم که خلاصه بیکارن، ان الله یبغض الشاب الفارق، خدا از جوان بیکار بدش میاد، مشغول باشه، حالا یا تحصیل یا دیروز یه آقای میگفت من دو تا فرزند دارم، خودم هم مغازه دارم، شاگردم دارم، اما بچه‌هام چون هر دو مدرکشون بالاست میگن نه ما باید تو اداره استخدام بشیم یا دانشگاه یا مثلا تدریس. حالا تا انشالله اون شرایط فراهم بشه، حالا بیاید پیش دست بابا کار کنید، چه اشکال داره. امیرالمومنین کشاورزی کرده، خودش با دست خودش از چاه آب کشیده، بعضی انبیا دامداری کردن، حضرت ادریس خیاطی کرده، انبیای الهی چوپانی کردن، عرض میکنم که شغلهای مختلفی، خود پیغمبر ما تجارت کرده، چوپانی کرده، خود امام صادق باغ داشته، باغ خرما داشته. و بعد فرمود یا معشر الفتیان، این روایت آخر، جوونا دو چیز یادتون نره،
اینم روایت. یک، الادب. دو، العلم. مؤدب باشید و آگاهی کسب کنید، چون حافظتون قویه. ببینید من خودم عرض میکنم، مثلا یه وقتی در جوانی منبر میرفتم آیه رو شب نگاه میکردم همون لحظه هم میخوندم، اما الان به این زودی حفظ نمیشم، برای اینکه خیلی زود جوان حفظ میشه. فرمود یا معشر الفتیان حسنوا اعراضکم، آبروتون رو حفظ کنید بالادب، و دینکم بالعلم، دینتون هم حفظ کنید با علم. خدایا همه جوانهای ما رو پیرو علی اکبر قرار بده، همشون رو اهل علم و دانش قرار بده. خدایا شغل و تحصیل و ازدواج همشون هم فراهم بفرما. خب ما این شبها بحثمون رو ان ارید الا الاصلاح، انما خرجت لطلب الاصلاح، خیلی هم نمونده دیگه، دو شب جلسه تمامه. امشب من میخوام راجع به ناهنجاری های اجتماعی صحبت کنم. خیلی بحث پردامنه و پرحرف و کاربردی و در این حال آسیب پذیری. ببینید چی میخوام عرض کنم، دیشب راجع به فردی صحبت کردم، امشب بحثم راجع به ناهنجاری های اجتماعی، یعنی کارای غلطی که تو جامعه صورت میگیره. آقایان خواهران، ناهنجاری های اجتماعی دو قسمه، کلامی و رفتاری. الان شما تو کوچه و خیابون با ناهنجاری ها و مشکلات اخلاقی که مواجه میشید، بعضیش کلامیه، فحش، مسخره کردن، سخنچینی، دروغ، غیبت، اینا ناهنجاری های چند تا مثال زدم، و آدمایی که تو کوچه خیابون به هم فحش میدن یا غیبت میکنن، تو مجالس روزه گاهی غیبت میکنن، یا به شما دروغ میگن، یا سخنچینی میکنن، دو به همزنی میکنن، این یه رقم ناهنجاریه. قسم دوم ناهنجاری های رفتاری. مثل چی؟ مثل عدم رعایت حق الناس، آزار همسایه، آزار حیوانات، سرقت، اعتیاد، رابطه نادرست با دیگران. اینا رو اسمشو میذاریم منکرات اجتماعی. همه الان توی این موضوع گیر کردن، آقا این همه آیه روایت راجع به امر به معروف و نهی از منکر داریم، الان کسی جرأت نمیکنه این کارو انجام بده. چه کار کنیم؟ بد حجاب میبینیم، دروغگو میبینیم، کم فروش میبینیم، سارق میبینیم، حق و ناس رو رعایت نمیکنه میبینیم، یه طرفه میاد راه مردم رو میبنده، به ماشین مردم میزنه میره. آیا من وظیفه دارم بگم آقا آینه رو شکستی چرا میری؟ آیا وظیفه دارم بگم آقای همسایه نباید همسایت آزار بدی؟ درسته مکه بودی، عروسی داری، مهمانی داری، دو یه نیمه شبه، بابا اینا خواب دارن، استراحت دارن. کسی جرأت میکنه بگه الان؟ اصلا وای میسن تو روی آدم. چه کنیم؟ چجور؟ من حدیث رو بخونم، خدا از مؤمن ضعیف بدش میاد، نه کافرها. کافر که هیچی، ان الله یبغض المؤمن الضعیف. گفتن آقا یا رسول الله مؤمن ضعیف یعنی کی؟ فرمود الذی لا ینهى عن المنکر، یعنی کسی که نسبت به منکر حساس نیست. میبینه این بابا کم فروشی میکنه، میبینه این داره سرقت میکنه، میبینه این داره فساد میکنه، میبینه این حجاب برداشته، میبینه این داره دروغ میگه، چه کنیم؟ واقعا چه کنیم؟ آقا یه سوال، الان به من یه کسی بگه آقا شما ما راهکار بده، چه؟ به قول شهید مطهری میگه دو اصل فراموش شده، امر به معروف و نهی از منکر. اینقدر مهمه که امیرالمومنین میگه همه عبادات مثل یک انگشتی که تو آب بزنی، این مثل دریا. اینقدر مهمه که خدا خودش آمره، ان الله یأمر بالعدل والإحسان. من امشب 6-7 راهکار میخوام به شما بدم که به نظر خودم شاید یه خورده مفید باشه. لذا نه آیه میخونم راجع به امر به معروف، نه حدیث میخونم، نه راجع به اهمیتش صحبت میکنم، اینا دیگه گذشت، میدونیم.
من یک ساعت اینجا آیات حجاب رو بخونم فایده ای نداره. من بگو چه کار کنیم جامعه حجاب داشته باشه؟ 10 تا آیه بخونم از سارق و از سارقه فقط. آقا بگو چه کار کنیم سرقت و دزدی تو جامعه کم بشه؟ راهکار بدید، راهکار. آقای کسی من بگه شما قرآن خوندی، حدیث خوندی، تاریخ دیدی، وقت ما رو اینجا میخوای نیم ساعت 40 دقیقه بگیری، به ما 5 تا 6 تا 7 تا 10 تا راهکار بده. من 6-7 تا راهکار رو میگم با اینکه تو یاد داشتم حدود 20 تاست. اینها به نظر من راهکار برخورد با، نمیگم من منکر، میگم ناهنجاری های اجتماعی، آسیب های اجتماعی. آسیب های اجتماعی رو هم ببین من محدود نکردم به یک مورد، گفتم کلامی مثل دروغ، سخنچینی، غیبت، تهمت، تمسخر، دست انداختن، رفتاری مثل حق الناس، مثل آزار همسایه، مثل آزار محیط زیست. اجازه بدید من این 5-6 تا رو امشب برای شما بگم، با داستانم میگم. 1، آگاهی دادن. آقا اولین وظیفه ما اینه که به دیگران آگاهی بدیم. ببین آقا ببخشید این دروغ شما داری میگی، این که کاری که شما داری انجام میدی آزاره ها، چون خیلی ها این آگاهی رو ندارن. ببینید شما یه جوانی داشت میرفت، حضرت علی پشت سرش بود، ایشون حضرت رو نمیدید. این جوان یه پیراهن بسیار بلندی پوشیده بود، این عربی ها رو زمین کشیده میشد. خب اولا که کثیف میشه، کوچه های قدیم هم میدونید که تو خونه ها توالت و دستشویی نبوده. خیلی از اصلا ما یه شغلی داشتیم قدیم، این در صدر اسلام و خیلی جاها که هنوز هم بعضی کشورها مبتلا بهشونه، که اینها فضولات جمع میکردن توی کوچه ها. یعنی اینطور نبوده مثل امروز باشه. کوچه بالاخره این لباس کشیده میشه نجس میشه، میخوای نماز بخونی. بعدم لباسی که رو زمین کشیده میشه نشانه تکبره. امیر المومنین از پشت سر بهش فرمود ارفع ثیابک، عزیزم یه خورده لباس تو بگی بالا، کشیده نشه، پاکیزه میمانه، تکبرم نمیشه. چون برگشتید آقا رو نشناخت، آقا رد شد، خیلی محترمانه دلیل آورد، فرمود فانه اطهر، لباست پاکیزه میمانه. این آگاهی دادنه. ایشون که رفت، آقا که رفت جلو، از اون پشت سریش که قنبر بود پرسید ایشون کیه، چون حضرت علی مدینه بوده، عراق که نبوده، آخرای عمرش اومده عراق، کوفه نمیشناختنش تو کوفه. گفت آقا ایشون امیرالمومنینه، خلیفه است. گفت عجب، میشه منم دنبال شما بیام تو هر کجا میرید؟ دنبال آقا را افتاد. آقا رفت توی مغازه‌ای تو بازار، میخواست یه لباس بخره. به صاحب مغازه گفت ما 8 درهم داریم، 2 تا پیراهن میخواد. گفت آقا مغازه مال شما، امیرالمومنین، امام المسلمین. گفت آقا نمیخوام، تو میخوای به امیرالمومنینی من لباس بدی؟ من نمیخوام. آقا اومد بیرون، چند تا مغازه جلوتر پسر همین لباس فروشی داشت. آقا رفتن، او هم نمیشناخت. 2 تا پیراهن داد به آقا، یه 5 درهمی، یه 3 درهمی. حالا اون جوونه‌ای که بهش گفته بود لباس تو بگی بالا، این دنبالشونه، داره گوش میده. اومدن بیرون، آقا اون 5 درهمی رو تا کرد داد به غنبر، گفت شما بپوش. اون 3 درهمی که مرغوب‌تر، یعنی یه خورده ضعیف‌تر بود، ارزان‌تر بود، خودش برداشت. غنبر گفت آقا شما امام، خلیفه مسلمین، رئیس حکومت، خب اون گرون‌تره رو بردار. فرمود من پیرمردم، تو جوانی، این لباس به جوان بیشتر میاد. این جوانه ببین این روش اثر گذاشت. این آقایی که من گفت لباس رو بگی بالا، خودش هم اینطوره، یه لباس گرونتر رو میده به غلامش، خودش این تأثیر میذاره. این آگاهی دادن منظور من همینه. آمده خدمت رسول، خدمت امام حسین، همین آقایی که شما این شبها براش عزا میگیرید، جوانی آمده میگه آقا من عادت دارم به گناه، تعودت علی المعصیه، من نمیتونم گناه نکنم. چجوری آقا بهش آگاهی داد؟ فرمود برو جایی که خدا تو رو نبینه، روزی خدا رو نخور، اگه تو میخوای گناه کنی برو. یه خود فکر کرد، گفت آقا این که نمیشه، من پس گناه نکن. اینو میگن آگاهی دادن. این راه حل اول. خیلی اینا مهمه، من روش فکر کردم برای شما عرض میکنم.
خواهش من اینه ستاد امر معروف نهی از منکر، کسایی که دنبال راهکارن نره امشب عنایت کن. آقا آگاهی بدیم. خانم تو فرودگاه بعد حجاب، اولا شما جوون بهش تذکر نده، کار شما نیست. اینو بدانن آقایان نیروی انتظامی، آقایان قوای، اینا باید آدم مخصوص امر معروف و نهی از منکر تربیت کنن. مخصوص 2 سال 1 سال دوره ببینه، 40 به بالا باشه سنش، جا افتاده باشه، بلد باشه با رفاقت حرف بزنه. بنده حالا الان نمیدونم، جسارتم نمیکنم، ولی زیاد میدیدم جلوی یه دبیرستان دخترانه یه سرباز 18 ساله رو گذاشتن. آقا یکی باید مواظب این باشه، یکی مواظب این باید باشه. اینا شما گذاشتی یه آدم 40 ساله 50 ساله زن و بچه دار جا افتاده یه دور دوره دیده بلد باشه حرف بزنه. خیلی مهمه، خیلی مهمه. شما سن هر کسی اقتضای یه چیزی رو داره. اول پس آگاهی دادن. من خیلی به خانوما میگم، حالا جلسه ما خانومام زیاد هستن، گاهی تعدادشون از شما بیشتره تو زمین چمن، این جمعیت دختران و خانمای محترمی که میان و به همهشون احترام قائلیم. من خب دانشگاه تدریس دارم و داشتم، گاهی سر کلاس ها به دختر خانمای اینو خیلی میگم، میگم ببینید روابط نادرست شما قبل از ازدواج برای شما خطرناک، چون ممکنه این رابطه بعد از ازدواج آشکار بشه و اون زندگی شما رو به هم بریزه. خدا میدونه، یه بار اینو گفتم، یه دختر خانم اومد مثل بارون گریه میکرد، گفت آقا اصلا زندگی منو گفتی شما، برای اینکه من ازدواج کردم، یک رابطه نادرست قبل از ازدواج بعد از ازدواج به سمع شوهرم رسید و همه زندگیم از هم پاشید. میگم خانم مواظب باش، این هوس و این شهوت در آینده تبدیل میشه به آه و ناله و از هم پاشیدن یه زندگی چند ساله. این میشه آگاهی دادن. این نکته اول. گفتم 7-8 راه حل میخوام شب بگم. 2، جایگزین مناسب. آقایی که به جوان میگی سر کوچه وای نسا، اب نداره، تو پارک مثلا فرض کن وای نسا به خانم ها نگاه کن، باشه حرفت درست. شما با موتورت تو خیابون اینطور مثلا اذیت نکن با صداش یا با تک چرخ زدن مردمو. آقا این جوان الان هم تابستونه، دانشگاهش هم تعطیله، مدرسه‌ش هم تعطیله، چند تا استخر ارزان تو این شهر داری بره؟ چند تا سالن ورزشی داری که بتونه بره اونجا ورزش کنه؟ پول نخواد زیاد. جایگزین مناسب. شما پیغمبر خدا اگر گفت بت نپرستید گفت خدا، اگه گفت مقابل بت خم نشید گفت نماز، اگه گفت فحشا نکنید گفت ازدواج. شما باید جایگزین مناسب. آقا باشه این موسیقی حرام، شما حلال چی داری؟ اینجام نباید برم، جایی که میشه رفت کجاست؟ این خیلی مهمه. حالا الان ایام مصیبت، همه جام عزاداریه، ماه ربیع میشه، ماه شادیه، کجا مجالس شادی آفرین داریم؟ کجا زمینه ای داریم که جوان بتونه خودش رو تخلیه کنه؟ جوانه مرتکب یه گناه زشتی میشد، آوردنش خدمت امیرالمومنین، آقا یه چند تا زد رو دستش، چون در حد نداشت دیگه، بعضی گناه ها حد داره، مثل شراب حتی 80 تا شلاق، البته اونم باید 2 تا شاهد عادل با شرایط خاصش، حدود با شبهات رفع میشه. میدونید که دین به شما میگه تا میشه نگذارید این اتفاق بیفته، ولی خب حالا ثابت شد بعضی گناه ها حد داره، اما بعضی گناه ها نداره، تعذیره، تعذیر به اختیار قاضیه. آقای چند تا زد رو دستش، گفت دیگه این کارو نکن، گفت چشم. هم که میرفت صدای زد، گفت همسر داری؟ اونا آقا مجردن. فرمود از بیت المال بهش پول بدید زن بگیره. خب بابا مشکل رو حل کن، این حل نمیکنه مشکل رو، این جوونه. چرا تو جامعه 12 میلیون آقایون خودشون میگن ما دختر و پسر مجرد داریم؟ الان بعضی دختر خانوما آقایون سنشون بالای 35 سال شده، یعنی سن فرزند آوری، سن ازدواج بهترینش برای دختر و پسر 18 تا 25، یعنی بهترینش، اوجش. همش هم مشکلات اقتصادی نیست، یعنی بخشی از خانواده های ثروتمندم این ازدواج توشون کاهش داره. ضمن اینکه ما بنشینیم
چون فقره دختر خانم اونجا پیر بشه، این آقا پسرم تو خونه باباش پیر بشه، آقا هر چی تو خونه هم دیگه میخورن با هم بخورن، بالاخره نه نهار تو خونه پدر مادرشون میخورن، کمک کنیم. چرا باید وقف تو کشور ما برای ازدواج نباشه؟ شما میدونید بیشترین وقف تو کشور ما بالا روزه است برای امام حسین، خیلی هم خوبه، دستشون هم درد نکنه، بازم وقف کنید. اما یه وقفی هم بذارید برای ازدواج جوونا، برای جهیزیه جایگزین مناسب خیلی مهمه. چرا حضرت لوط وقتی قومش مبتلا به گناه شدن گفت بابا بیاید خود اول از دخترای خودم، من دخترا خودم رو به ازدواج شما در میارم، هن اطهر لکم. این میشود نکته دوم، جایگزین. مطلب سوم، نشر خوبی ها. یعنی چی؟ اینو خوب گوش بدید. آقا میاد پدره پیش ما شروع میکنه مذمت، از این میگه از اون، من میگم بابا شما رو به خدا بچه هاتون رو ببینید خوبی هاشون چیه، اونو برجسته کنید، بدی ها رو هی نگید، ملامت نکنید پدر و مادر ها، بچه هاتون رو ملامت کنید لجوج بار میان. این حدیثه، الافراط و فی الملامه تشب و نیران اللجاج. مقایسه نکنید دختر خالت فلان تو فلانی، پسر خالت فلان، اینا غلطه. نشر خوبی ها رو بذار یه مثال براتون بزنم. یه جنازه رو گذاشتن زمین نماز بخونن، آدم بدی بود، نمازم پیغمبر میخواست بخونه، اینقدر جف سنگین بود که پیغمبر نتونست نماز بخونه. این گفت فلانه، اون گفت بیساره، این گفت چنینه، اون گفت چنانه. حضرت وایساد برگشت گفت هیچ که یه خوبی از این سراغ نداره، یه چیز مثبتی. یکی گفت چرا؟ یا رسول الله من یه شب پست میدادم خسته میشدم. این آمد رد شد گفت برو بخواب من جات پست میدم. فرمود کافیه، از صلا نمازو خوند. آقا این روایت، اذا نشر الیک معروفا فانشره، وقتی یه کار معروفی و یا کار خوبی تو زندگی شما پیش میاد اونو گسترشش بدید. این خیلی جوانه نماز میخوند تو مسجد پیغمبر، قشنگ دعا میکرد. وقتی تمام شد پیغمبر صدای زد بود باریکلا لحسن سنائک، چقدر قشنگ دعا میخوانی. میگن یکی از این علمای تهران این اواخر عمرش پیر شده بود دیگه نمیتونست راه بره، صبح یک گاری کرایه کرده بودن ایشونو سوار میکردن برای نماز میوردن مسجد، شبیه ویلچر مثلا. خب آقا رو میورد مسجد و نماز میخوند و مریدم خیلی داشت و حالا اسمش بمانه. یه روز صبح آقا آماده شد و اومد دم در، این آقایی که گاری می آورد خواب مونده بود نیومده بود. آقا اومد تو کوچه و این لاتام تو کوچه بالاخره شب نصف شب قدم میزنن، یکی از این لات‌ها آقا رو دید. آقا مخلصتم، خیلی شما رو من دوست دارم، کول خودم میشه من شما رو ببرم. آقا نمیشه. گفت نه آقا کولا، ایشون کوله. آقا سوار شد و همینطور که میرفتن هم این هی تعریف میکرد، حالا اگه شب مشروب خورده بود گناه دیگه ای کرده بود کاری ندارم. گاهی هم به این رفقاش میگفت ببینید هر که به این آقا چیز بگی با من طرفه. ایشون وقتی رسید در مسجد به رفقاش گفت این عاقبت به خیر میشه، چون یه صفت مثبت داره به نام احترام به عالم. بله لات بوده، تو کوچه بوده، شاید مشروب خورده، شاید رفیق، همه اینا، اما یک صفت ما بلد نیستیم صفت مثبته بچه هامون رو بزرگ کنیم. آقا اومده بهش من میگه بچه‌م 40 رفته کربلا نماز نمیخونه. میگم خب حالا چی میخوای 40 نره کربلا به جاش بره چالوس لبه دریا، هم نماز نخونه هم بره اونجا گناه کنه مثلا. نمیخوام بگم هر کی اونجا میره گناه میکنه، مثال عرض میکنه، تو 40ش رو خراب نکن، تو هنرداری نمازش رو درست کن. این که مثبت اومده شب هیئت، لباس مشکی پوشیده، سینه میزنه، 40 کربلا، این که درسته. اون چرخی که پنچره درستش کن، اون چرخی که سالمه رو پنچر ها نکن، چه کار به 40ش داری؟ این راهکار سوم. مکرر اتفاق افتاده، من یه وقتی تو فرودگاه یه خانم اومد پیش من، البته خب خیلی بد حجاب بود، سلام کرد و اظهار ارادت و این موبایلش رو زد، تمام این موبایل پر از کلیپای بنده بود سخنرانی. به واجه آنها گفت من همه اینا رو گوش میدم. اکیفش زیارت آشتو هده بود زیارت داشت. شبا 21 میگفت من مال شهرهای شمالم بود،
میام تهران با هواپیما میام مشهد احیای شما شرکت کنم. گفت حاج آقا به تیپ من نگاه نکن بده، این کلیپاز اینم من دیدم خودش گفت بده. گفتم چرا بده؟ گفت حاج آقا بده دیگه، نباید اینطوری باشه. گفتم حالا که خودت گفتی پس درستش کن، خودت گفتی بده، خودتم میفهمی بده، درستش کن. ببین این روش میخواد. سومین کار نشر خوبی ها. رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم یکی از روشاش این بود. میبید جوونا، آدمایی که حالا به تعبیر ما گاهی لاابالی ان، چه صفت مثبتی دارن اینو بزرگ کنه. یه نوجوانی بود، نه بر نوجوانا میگم، خیلی پیغمبر رو دوست داشت، یهودی هم بود، میامد سر راه پیغمبر میستاد فقط نگاش میکرد، نماز نمیومد، مسجد نمیومد، خودش یهودی باباش یهودی، فقط مد نگاه میکرد. گاهی پیغمبر یه کاری هم بهش واگذار میکرد، یه چیزی هم بهش میداد، یه هد مثلا این فلان چیزو فلانی برسون. آقا حضرت چند روزی گذشت دیدین نیستش. کجاست؟ گفتن آقا یه مرض بدی گرفته به بستر افتاده. حضرت اومدن عیادتش، دیدن در حال احتضاره، خیلی حالش بده، اما خیلی پیغمبر رو دوست داره، داره نگاه میکنه صورت پیغمبر. فهمدن میخوای مسلمون شی. حالا باباش هم اونجا نشسته، گفت بعدم نمیاد ولی بابام نمیذاره، من بابات صحبت میکنم. حضرت اومدن پیش پدرش، فهمدن این فرزند در حال احتضاره، داره جان میده، اجازه میدی من اسلام رو بهش عرضه کنم؟ گفت باشه آقا. حضرت گفتن بگو اشهد ان لا اله الا الله، شهادتینو گفت. این بنده خدا نه نماز خون به جایی نرسید، از دنیا رفت. رسول خدا فرمود مسلمونا بیان تو تشییع جنازه شرکت کنن، یک تشییع جنازه ای تو قبرستون مسلمونا، چون قبرستون یهود با مسلمان متفاوت بود. این میشه این نجات. آقایون هر گذشتش چجوره؟ امام حسین چی هر رو، چه قسمتی از زندگی هر رو برجسته کرد؟ گفت انت هرون، تو هری، همونطور که مادرت اسم تو هر گذاشته. شما رو به خدا تو حالا شنیدید روز عاشورا امام حسین به هر گفته باشه ها راما رو بسی؟ تو باعث شدیم ابدا به روش نیورد. فرمود این همه فرق تو کربلا شکافته، چرا ابی عبدالله دستمال در آورد فرق هر رو بست؟ شما فکر کردی فرقش رو بست که خوب بشه؟ نه بابا، این شهید میشد، مدال بهش داد، یعنی تو مورد تأیید مایی. میدانید هر کسیه که هم امام حسین بالا سرش اومده هم علی اکبر. این یه راه امر معروفه، خوبی ها رو برجسته کنید. راه دیگر، این جمله رو یادم رفت بگم، در یه روایتی دارد، روایت عجیبی است که حضرت موسی به خدا عرض کرد چرا فرعون رو از بین نمیبریم؟ آقا فرعون 400 سال حکومت کرده، خدایی کرده، عمر طولانی، چرا اینو از بین نمیبری؟ خدا به حضرت موسی فرمود فرعون یه صفات مثبتی داره، ما میخوایم اجرش رو تو همین دنیا بهش بدیم، ما رو که قبول نداره بگیم قیامت بهش بهش میدیم. خدای فرعون چه صفات مثبتی داره؟ خدا فرمود یک، غیرت داره، فرعونه اما زن و بچه‌ش جلو نامحرم نمیاد. دو، سهل الحجابه، زود میشه پیداش کنی، اگه بدبختی مردمی کسی باش کار داشته باشه میاد بین مردم. و ویژگی دیگه این است که اطعام میکنه، خیلی به دیگران کن. ببین آقا فرعون هزار تا عیبم داره، اما خدا داره از این صفتش تجلیل میکنه، اطعامش، غیرتش، سهل الحجاب بودنش. شما رو به خدا خانواده هایی که گله میکنید، زنگ میزنید، نامه میدید، جوانم، ببینین جوان چه صفت مثبتی داره، عیباشو نادیده بگیرید. این روایت فرمود اذا صنع الیک معروفا فانشره، اصلا روایت چیه؟ این چیزی بگم که همتون بلدید، بخونید با من، یا من ازهر الجمیل و ستر القبیح. این کار خداست، خدا جمیل رو آشکار میکنه، قبیح رو میپوشانه. یکی دو تا دیگه بگم و دعاتون کنم. نورد بعدی برای گسترش معروف تو جامعه تدریج و استمراره. بعضیا میگن به بچه‌م میگم نماز بخون نمیخونه، دو بار سه بار ول نکنید، باباش بگه
داییش بگه، رفیقش بگه، درو نگو دوباره آقا اثر داره. ببینید پیغمبر این ور میرفت میگه قولوا لا اله الا الله طفله، اون ور میرفت میگه قولوا لا اله الا الله، اثر داره. چرا خدا 31 مرتبه تو سوره الرحمن میگه فبه ای آلاء ربکما تکذب؟ 31 مرتبه، یه سوره که بیشتر نیست، 31 مرتبه ای تکرار میکنه. چرا تو قرآن ما اینقدر تکرار قصه حضرت موسی حضرت ابراهیم رو داریم؟ تکرار اثر داره. این یکی از راهکارهای اساسی است، تدریج، تکرار، گفتن، حرف زدن، بالاخره تأثیر میگذاره. نباید از معجزه زبان و بیان، اینه که رهبر عظیم الشأن انقلاب فرمودن جهاد تبیین، ایشون خیلی این روزا تأکید میکنه جهاد تبیین، جهاد گفتار. شما به رفیقت بگو، خانم به شوهرش بگه، شوهر به خانومش بگه، من به برادرم بگیم، به هم بگیم آقا از معجزه بیان غافل نشید. اگه معجزه بیان نبود خدا نمیگفت الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. روایت داریم آدم ها سه دستن، سه دسته، الرجال و ثلاثه، من عرضم رو تمام کنم با این حدیث، رجلون به مالهی، بعضی با پولشون خدمت میکنن، چقدر تو این قم بیمارستان ساختن، کتابخونه ساختن، خیرین چقدر مدرسه ساختن، خدا پدرش رو بیامرز. رجلون به مالهی، اینایی که اینجا من میبینم این جوانا این نوجوانا رجلون به مالهی خیلی نیستن تا اول زندگیشونه. خب بله گاهی پولی کمک میکنن برای روزه برای مراسم خوبه، اما ما آدم داریم تو این کشور 50 تا 100 تا مدرسه ساخته، دستش هم درد نکنه. دو، رجلان به جاهی، بعضیا با آبروشون، یه نامه به شما میده، این اداره به شما وام میده، اعتبار داره، یه خط به این رئیس اداره مینویسه، کار شما رو راه میندازه. بعضیا اینطوری هم دیگه، اعتبار دارن تو جامعه. این شد چند تا آقا؟ دو تا، به مالهی به جاهی، رجلون به لسانهی، بعضی هم با زبونشون. کدوم این ستا بهتره؟ روایت فرمود و هو افضلهم، اون رجلی که با زبانش مردم رو دعوت میکنه، جهاد تبیین میکنه، از اون دوتا بهتره. میدونید چرا؟ چون اون دوتا هم با زبون باید کار کنی. آخه یکی به امام سجاد گفت سکوت بهتره یا سخن؟ الان من به هر کدوم از شما بگم میگید سکوت. سکوت بهتر یا سخن؟ آقا فهمون معلومه سخن، چون شما از سکوتم بخوای تعریف کنی با سخن باید تعریف کنی. من میخوام بگم سکوت خوبه، بگم سکوت خوبه، سکوت عالیه، خب با زبان دارم تعریف میکنم، والا سکوتم بخوای تعریف کنی با زبان. لذا غافل نشید، مخصوصا رفیقا، خودتون به هم تذکر بدید. اینا 5-6 تا سفارش من بود امشب راجع به شما چه بذارید، نهی از منکر بذارید، نظارت اجتماعی بذارید، برخورد با ناهنجاری ها، راهکارهایی که عرض کردم، آگاهی دادن، جایگزین مناسب پیدا کردن، خوبی ها رو برجسته کردن، تدریج و تکرار، اینا چیزایی است که میتونه انشاءالله منجر به اصلاح جامعه بشه. خدایا ما و جامعه ما رو اصلاح بفرما. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. خب شب هشتم ماه محرم است و متعلق به علی ابن الحسین که دو بار بهش سلام میدیم، السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین، ایشون جزء اولاد هم هست دیگه، اما میگیم علی، ایشونو جدا میکنیم، علی ابن الحسین منظور علی اکبره و اول علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین، سه تا سلام شاملش میشه، هم جز و اصحابه هم اولاده هم اسمش به صورت خاص برده میشه. جوانا این جلسه امشب مال علی اکبر، مجلس جوانا رو جوانا باید گرم کنه. شما دیدین این ختمایی که خیلی شلوغه، میگن جوان از دنیا رفته، خیلی پرچم میارن، خیلی علم میارن، خیلی گل میارن، میگن این جوان، معلومه جوان از دنیا رفت. امشب روزه جوان ابی عبدالله رو بخونم، نیتم امینه خدا انشاءالله به همه شما جوانان نظر لطف کنه. السلام علیک
السلام علیک یا علی ابن الحسین یا ابا الحسن. انشاءالله خدا قسمت نکنه کربلا. یه روایتی من شنیدم از امام معصوم، خدا رحمت کنه، آقای کوثری اینو میخون، فرمود هر وقت میخواید برید زیارت قبرم جدم امام حسین، امام صادق، فرمود اول سه مرتبه برید صورتتون رو بذارید رو خاک علی اکبر، رو قبر علی اکبر، بعد برید زیارت امام حسین. آقای کوثری میگفت شاید دلیلش اینه، امام حسین روز عاشورا سه مرتبه صورت رو صورت علی گذاشت. ساعد الله قلبک یا ابا عبدالله. چجور روزه بخونم؟ یه ذره اینجور بخونم. بعضیا نوشتن امام حسین تو قصه علی اکبر 4 جا گریه کرد، منقلب شد، حتی 1 جا به حال احتضار رسید، اینقدر حالش بد شد. این روزه من باشه امشب با شما. 1، اونجایی که علی اومد گفت بابا برم، گفت برو، اما یه خورده راه برو، من راه رفتنتو ببینم. همچی که پشتشو به بابا کرد بره، من نگویم که تو ای ماه نرو، لیک قدری بره من راه برو. نظر الیها الیه نظر آیس، این محاسنشو گرفت به آسمان شروع کرد گریه کردن. این یه جا. جای دوم، علی اکبر رفت بین خانوما، عمه ها، مادرش که نبوده، بعضی محرماش بودن، خداحافظی کن، اینا رهاش نکردن، دورش حلقه زدن. ابی عبدالله اومد و بود رهاش کنید بذارید بره، اینجا هم آقا گریه کرد. جای سوم، اونجایی که برگشت تشنه بود، گفت بابا تشنمه، فرمود عزیزم من آب ندارم، منم تشنم. فرستادش میدان، اما شروع کرد خیلی برای بابا سخته، نتونه خواست جوونش رو انجام بده. خدا یا هیچ پدری یا پیش پسرش شرمنده نکن. آقا شروع کرد اشک ریختن. این 3 جا. اگه آماده اید جای چهارمو بگم. جای چهارم، اونجایی که علی صدا زد بابا رو. اهل روزه دقت کنید، عباس به امام حسین گفت بیا ادرک اخاک، قاسم به امام حسین گفت بیا یا اماه، اما علی اکبر نگفت بیا، گفت بابا خدا حافظ، چون میدونست باباش بیاد کار تمامه. اونقدر بدن تیر و شمشیر خورده، نیزه خورده، که وقتی بابا برسه، نمیدونم اینو دقت کردید یا نه، گفت علیکم من السلام، بابا خدا حافظ. ابی عبدالله رسید، صورت رو صورت گذاشت، اینجا دیگه بکا ان شدیدا، گریه شدید کرد، 7 مرتبه از ته دل صدا زد ولدی یا علی، پسرم علیم. اجازه بدید امشب روزه رو ببرم یه جای دیگه. خودتون اهل روزه اید، اهل مجلسید، گریه کنید برای این جوان. 2 تا امام سر 2 تا جوان رو به دامن گرفتن، 2 تا جوان 18 ساله. یکی ابی عبدالله کربلا سر علی اکبر رو به دامن گرفت و گریه کرد، یکی هم امیر المومنین سر زهرای جوانش رو تو مدینه. یا ابا عبدالله شما سر علی رو به دامن گرفتی، امیر المومنین هم سر زهرای جوانش رو به دامن. اما خیلی فرق بود، امام حسین جوونا اومدن کمکش کردن، علی رو بردن، ولی بدن زهرا رو 7 نفر غریبانه برداشتن. امیر المومنین تنها بدن زهراشو میان قبر گذاشت. بخواب آرام ای نور دو عینم، که من شبها پرستار حسینم. و سیعلم الذین ظلموا ایام غلب.